سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو همراه ما هستین. امروز می‌خوایم هر آنچه که باید در مورد سینوزیت و تخلیه آن در خانه با چند راه حل ساده و مفید رو بهتون بگیم. پس همراه ما باشید. سینوزیت معمولاً پس از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی رخ می‌دهد. اگر سرماخوردگی داشته باشید و علائمی که در ادامه در این بخش از فارسینت براتون میگین و تجربه کنید، احتمالاً سینوزیت دارید. علائم و نشانه های سینوزیت: ترشحات سبز یا زرد بینی، بینی گرفته، درد و حساسیت در اطراف گونه ها، چشم یا پیشانی، سردرد سینوسی، دمای بالای بدن، دندان درد، احساس بوی نامطبوع، نفس بد. علت عفونت سینوس ها چیست؟ سینوزیت معمولاً نتیجه یک ویروس سرماخوردگی یا آنفولانزا است که از طریق راه هوایی به سینوس ها وارد می شود. تنها چند مورد به واسطه ورود باکتری های عفونی به سینوس ها ایجاد می شود. یک دندان عفونت دار یا عفونت قارچی نیز گاهی می تواند موجب التهاب سینوس ها شود. دقیقا مشخص نیست که چه چیزی سبب ایجاد سینوزیت می شود، اما این موارد با آن همراه است. آلرژی و شرایط مرتبط از جمله آلرژیک رینیت، آسم و پولیپ بینی، سیگار کشیدن، سیستم ایمنی ضعیف، حصول اطمینان از اینکه شرایط و علل اساسی مانند آلرژی و آسم به خوبی کنترل می شود، چرا که آنها علت سینوزیت مزمن هم هستند. چگونه سینوزیت درمان می شود؟ این بیماری به طور معمول توسط یک عفونت ویروسی ایجاد می شود که خود به خود خوب می شود و از بین می رود. علائم شما معمولاً در عرض 2 یا 3 هفته تمام می شود و شما می توانید در خانه از خود مراقبت کنید. اگر وضعیت شدید شود، بدتر می شود یا بهبود نمی یابید. سینوزیت مزمن ممکن است نیاز به درمان از طرف پزشک یا متخصص بیمارستانی داشته باشد. درمان این مورد می تواند دشوار باشد و درمان چند ماه طول بکشد. درمان های ساده و خانگی سینوزیت: گذاشتن کمپرس گرم روی صورت. به طور منظم داخل بینی خود را با یک محلول نمکی تمیز کنید. شما می توانید آن را در خانه خودتان درست کنید یا از داروخانه تهیه کنید. اگر علائم شما بهبود نیافته یا بدتر شوند، دکتر شما احتمالاً آنتی بیوتیک یا قطره تجویز می کند. کمپرس های گرم را روی صورت خود قرار دهید تا درد شما را تسکین دهد و به تخلیه مخاط از سینوس کمک کند. محلول آب نمک: به طور منظم داخل بینی خود را با یک محلول آب نمکی تمیز کنید تا به تخلیه و باز شدن بینی کمک کند. این محلول نمکی را هم می توانید از داروخانه و هم می توانید خودتان تهیه کنید. برای تهیه خانگی آن، 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری بیکربنات سدیم را در 1 کاسه آب جوشیده اضافه کنید و بگذارید تا خنک شود. دستانتان را بشویید و خشک کنید. رو به سینک بایستید، بر روی کف دستانتان از محلول بریزید. از طریق یکی از سوراخ‌های بینیتان آب را بالا بکشید و این مراحل را تا زمانی که بینی شما سبک‌تر شود تکرار کنید. شما باید هر روز 1 محلول جدید درست کنید. درمان‌هایی که پزشک شما برای مشکل سینوزیت تجویز می‌کند: قرص‌های مسکن و قطره ضد انعقاد بینی. اکثر افراد مبتلا به سینوزیت در عرض 2 یا 3 هفته احساس بهبودی می کنند و می توانند در منزل از خود مراقبت کنند. شما می توانید علائم خود را بهبود ببخشید و از بین ببرید. با استفاده از داروهای مسکن مانند پاراستامول یا ایبوبروفن و با استفاده از ضد انعقاد بینی، البته مصرف این داروها نباید بیش از 1 هفته استفاده شود، زیرا می توانند همه چیز را بدتر کنند. در مورد قرص های مسکن بروشوری که همراه با دارو می گیرید را حتما بخوانید و هرگز آسپرین به کودک زیر 16 سال ندهید. از اسپری یا قطره‌های بدون نسخه ضد انعقاد بینی برای کمک به باز کردن انسداد بینی خود استفاده کنید تا به شما اجازه دهد راحت‌تر نفس بکشید. آنتی بیوتیک ها: اگر پزشک شما احتمال می دهد که سینوس شما توسط باکتری عفونت کرده باشد، 1 قرص آنتی بیوتیک یا کپسول را برای درمان عفونت را تجویز می کند. معمولاً برای 1 هفته باید قرص را بخورید، هرچند گاهی اوقات به طور طولانی تر نیاز دارید.
عوارض جانبی احتمالی آنتیبیوتیک عبارتند از احساس و ابتلا به بیماری، اسهال و درد شکم. حالا میخوام بهتون داروهای طبیعی برای درمان سینوس عفونی با استفاده از نسخه طب سنتی رو بگم. هیدراته بودن، مقدار زیادی آب، آب میوه بدون قند، آب گوشت و چای داغ بنوشید. این مایعات به نازک کردن موکوس کمک کرده و به تخریب آن از سینوس های تحریک شده هم کمک می کند. از نوشیدن الکل، نوشیدنی های کافئین دار، نوشیدنی های شیرین و همچنین مصرف سیگار اجتناب کنید. تمام این مواد سیستم بدنی شما را خشک و دهیدراته کرده و سبب زخیم شدن مخاط می شود که باعث می شود راه های نفوذ هوا مسدود شوند. مخاط های اضافی را از بین ببرید. غذاهای تند مانند فلفل کاین و غیره را می توان با سرکه سیب و آب لیمو مخلوط کرده تا یک اکسیر حل کننده و جدا کننده مخاط را ایجاد کند. فعال شدن نقطه فشار برای تسکین راه‌های بسته بینی، زمانی که هیچ یک از این راه‌های دیگر برای شما در دست است نیستند، یک ماساژ صورت سری را امتحان کنید. اگر این ماساژ به درستی انجام شود، کمتر از 2 دقیقه می توانید به راحتی تنفس کنید. استشناق بخور همراه چند قطره اوکالیپتوس یا روغن نعنا در آب گرم موجب نرم شدن مخاط سخت و زخیم بینی می شود. صورت خود را درست بالای آب قرار دهید. یک حوله روی خود بیاندازید و نفس بکشید. عصاره دانه گریپ فروت. عصاره دانه گریپ فروت یک آنتی بیوتیک طبیعی است که از دانه های گریپ فروت خوش شده تشکیل می شود و به همراه گوشت و پالپ آن به خوبی پودر کردند. در صورت استفاده از اسپری بینی GSE کمک می کند تا مخاط را از بین ببرد و از سایر آلودگی های میکروبی در بافت های سینوسی جلوگیری می کند. توصیه می کنم که عصاره گریپ فروت را 4 بار در روز استفاده کنید. ریشه زردچوبه یا زنجبیل. ریشه زردچوبه یک ادویه عالی و معطر است که معمولاً در هند و بعضی غذاهای خاورمیانه استفاده می شود. زردچوبه نه تنها حاوی کورکومین که یک ماده ضد التهابی طبیعی است، همچنین این ادویه نیز یک ضد اکسید کننده است. هنگامی که با ریشه زنجبیل تون ترکیب شده و جوشانده می شود، این ترکیب به کاهش مخاط و انسداد بینی ها و کاهش فشار سینوسی کمک می کند. ریشه زنجبیل همچنین دارای ماده ای اضافی برای آرامش بخشیدن به معده نیز است. سرکه سیب 2 یا 3 قاشق غذاخوری سرکه سیب عمل نیامده را به 1 فنجان آب گرم یا چای اضافه کرده و 3 بار در روز بنوشید که باعث کاهش تراکم مخاطی می شود. همچنین می توانید آن را با آب لیمو و عسل مزه‌دار کنید. سوپ مرغ با سبزیجات. این درمان سنتی از سوپ استخوان باعث سبک شدن حفره بینی و سیستم تنفسی می شود و همچنین مواد معدنی مهمی نیز را به همراه دارد. تروب کوهی. هر کسی که به طور تصادفی مقدار زیادی تروب کوهی خورده باشد، توانایی قوی این ماده را برای پاکسازی بینی نیز تجربه کرده است. کمی تروب کوهی را با آب لیمو مخلوط کنید تا تأثیرش قوی تر شود. سیر و پیاز. هر دوی این سبزیجات باعث تقویت عملکرد سیستم ایمنی می شوند. غذاهای غنی از ویتامین C. مصرف غذاهایی با ویتامین C بالا می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و سرعت بهبودی سینوزیت ها را افزایش دهد. روغن پونه کوهی. روغن پونه کوهی دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی است. پیشنهاد می کنم 500 میلی گرم روغن مایه را 4 بار در روز مصرف کنید. برای عفونت‌های سینوسی شما همچنین می توانید چند قطره روغن پونه را در یک کاسه بزرگ آب جوش اضافه کنید. مراقب باشید که خود را نسوزانید. بخار معطر این محلول را برای چند دقیقه استشمام کنید. این کار کمک می کند تا راه بینی را پاک کنید و می توانید چندین بار در روز تکرار کنید. از این غذاها و نوشیدنی‌ها اجتناب کنید. قند گلبول‌های سفید خون را کاهش می‌دهد که به مبارزه با عفونت کمک می‌کنند. محصولات لبنی شیر و سایر محصولات لبنی تولید کننده مخاط هستند. بنابراین بهتر است از مصرف آنها جلوگیری کنید. آرد و دانه‌های تصفیه شده همه دانه‌های تصفیه شده می‌توانند باعث تولید بیشتر مخاط شوند. نمک
بدون مصرف آب کافی، نمک میتواند باعث کمابی بدن شود و روند بهبود التهاب سینوس ها را کاهش دهد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. خیلی ممنون که ما را همراهی کردید. لطفاً ما را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید. شب روزتون خوش.